بیا. ببخشید آقا مراد، مهمون داریم. کیه؟ منم. روز بخیر، خوش اومدین. چه کمکی از دستم برمیاد؟ نه هتل بفرمایید. کمال اوزدمیر؟ منم. الو. آفرین، رسیدی. حالا برو دستشوی مردونه. دومی کابین بالای سیفونی فضای خالی هست، اونجا رو بگم. دستشوی مردونه. از پله ها بریم پایین. الو، تلفن خودتو خاموش کن. باتریشم در بیار. باشه، چی میخوای؟ مگه بهت گفتم حرف بزن. اگه یه بار دیگه حرفمو قطع کنی دیگه نمیتونی پسرتو ببینی. باشه، معذرت میخوام. چی میخوای؟ بگو. فقط به پسرم کاری نداشتم. اینقدر دوستش داری؟ آدمی مثل تو از دوست داشتن چی میفهمه؟ آره، راست میگی. من آدم پستیم، دوزارم نمیارزم، اما خواهش میکنم کاری به پسرم نداشته باش. الان از هتل میای بیرون و میری سمت ساحل، منتظر تماس من میمونی. تا نیم ساعت دیگه دوباره بهت زنگ میزنم. تا من زنگ بزنم به هیچ کس حرفی نمیزنی، فهمیدی؟ باشه. تا بهت زنگ میزنم یک کار میشین. خوب فکراتو بکن، ببین برای پسرت چه کارایی حاضری انجام بدی؟ چه چیزایی حاضری براش فدا کنی؟ تا کجا حاضری پیش بری؟ خوب فکر کن، باشه؟ خوب بهش فکر کن آقا کمال، باشه؟ باشه. خب، گوشم با شماست. بهتره دیگه واسه هم نقش بازی نکنیم مراد. هر دوم میدونیم چی به چیه. من دیروز اومدم توی این اتاق که شوهر رو گشتم، یه دوربین مخفی پیدا کردم. توی دوربین فیلمای مربوط به همسرت بود، احتمالاً مربوط به روزیه که کشته شده. دقیقاً وقتی من داشتم نگاه میکردم یکی وارد دفترم شد، منو بیهوش کرد و دوربین و کامپیوتر رو با خودش برد. کامپیوترتون رو میتونیم ببریم. بالاخره یه روز مجبور میشید در اون کشور رو باز کنید، میدونستید؟ ممکنه، اما تا اون روز خدا میدونه چه بلایی سر محتویات کشور میاد. شما اینو میدونین، نه؟ این کار اینجا تموم نمیشه. به نظر من کاملا تموم شده است. راهو بلدین؟ بله. بله. سلام آقا مراد، من نوری چوبان اغلی پزشک هستم. صبح خواهر زادتون رو جراحی کردم، انگشتش قطع شده بود. خب، احتمالاً خبر دارید پلیس ریخت اون مطب، مجبور شدم فرار کنم. اما جایی که خواهرزادتون رو نگه میدارن و میدونم کجاست. کرمو کجا نگه میدارن؟ پای تلفن نمیشه. بیاید به آدرسی که میگم، اونجا حرف میزنیم. بگید. خب،
üzülmeyi sakın, hayat güzel. کن پسرم، نمیشه. یعنی چی نوبت منه؟ بابا چیزی نمیشه دیگه. نه نمیشه کاری کم، قایق منه. بابا بذار، خواهش میکنم. نه نه خودم میرونم. بابا خواهش میکنم. بابا شدی واسه خودت یه دونه چیزی. نگران نباش، میدونم کجا بری. باشه بشه بشه. کجا داری میری؟ نگران نباش دیگه، یه جا رو بلده. بگو منم بدونم. جلوتر یه جای قشنگ هست، میخوام اونجا ببرم. از رو جی پی اس چک میکردی یه وقت گم نشی؟ نه خیر، جی پی اس لازم نیست، نترس. نترسم؟ باشه، تو اگه دستور بدی نمیترسم کاپیتان. فکر کردی؟ آره، بگو چی میخوای، هر کاری واسه پسرم میکنم. بگو. مطمئنی هر کاری برای پسرت میکنی؟ مطمئنی؟ آره. خوبه. بازم میگم اگه از روی اون نیمکت بلنشی دیگه راه برگشتی نداری. بگو چی میخوای. برو ایستگاه اتوبوس، 10 دقیقه دیگه به زنگ میزنم. به ایستگاه آخر خوش اومدی. کجا این؟ برو تو ساختمون. چرا قوه را از رو زمین برداری؟ برو بایا.
بیلال؟ اسلحه رو از رو زمین بردار. گفتم برش دار. چرا؟ چه پسرت نمیره؟ دلیل دیگه ای لازمه؟ برای آخرین بار بهت میگم بکشش. این کارو نکن. مگه نگفتی برای پسرت هر کاری میکنی؟ هر کاری. اینم فرصت خودتو ثابت کن. سرت زنده بمونه حاضری قاتل بشی. چی شد کمال خواه؟ چی شد؟ این کارا به آسونی خطونشون کشیدن نیست. تو مردی ماشه رو بکش بکشش. یا کرمی میره یا اون. وقت داره تموم میشه. ده ثانیه مونده. نو هشت آقا مراد پول آوردین؟ اول بگو ببینم چی میدونی. کرم کجاست؟
اینجاست؟ کجاست؟ یه سورپرایز کوچیک برای شما. بیا بیا پیاده شو کرم. دایی عزیزم. هی وایستا جلوتر نیا. برو تو اول پولو بده بیاد. بیست و چهار ساعت قبل. آفرین، زندگی پسرتو نجات دادی. پسرم کجاست؟ پسرم کجاست؟ وا، میبینم که با یه آدم کشتن شیر شدی. گفتی بکش، کشتم، هر کاری خواستی کردم، حالا به هم بگو پسرم کجاست؟ گفتم اگه بکشش به پسرت صدمه نمیزنم. البته فعلا نمیزنم. میشنوی یا نه؟ مردی که من پسرمو میخوام. پسرمو به هم بده. کجای حروم زاده؟ تو اول ببین چطوری میخوای از شهر جنازه که کنارت خلاص بشی، بعدن حرف میزنی. الو مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً شماره گیری نمایید. بله آقا محمد. آزلم خانم، میشه بعدم با اتون تماس بگیرم؟ الان نمیتونم حرف بزنم. مگه چی کار میکنی؟ ماشین میرونم. دوباره کیو دارین تعقیب میکنی؟ از کجا فهمیدین؟ نکنه دارین منو تعقیب میکنی؟ لازم تعقیب نیست، وقتی این دورو برا پیداتون نیست یعنی دارین یکیو تعقیب میکنی. حواستونم به همه چیز هست. میخواین با هم کار کنیم؟ استعدادشو دارین؟ ماشالله. خیلی خوبه.
کجا رفتین؟ کی؟ خانم من تو اولین فرصت با شما تماس میگیرم، حواسمو پرت میکنید. خداحافظ. پیدات کردم. کجا میری؟ من نوری چوبان اغلی هستم. شما هم باید مراد شرمان باشید. بریم سر اصل مطلب. خواهرزادم کجاست؟ خواهرزادتون زنده است آقا مراد، البته با کمک من، اما قبل از گرفتن جایزه هیچی بهتون نمیدم. منم احمق نیستم، اگه چیزی میدونید بگید تا بفهمم دروغ نمیگین. من دروغ نمیگم آقا مراد. انگوش کوچیکه دست چپ خواهرزادتون رو بریده بودن. من عملش کردم، خون زیادی ازش رفته بود. گروه خونیش آه مثبت مگه نه؟ آقا مراد ببینید، من میخوام بهتون کمک کنم. اگه بچه اونجا بمونه مطمئن باشید که میمیره. اگه جاشو نگید یه لیرم گیرتون نمیاد. خود دانی. یه لحظه. اسمتون چی بود؟ نوری چوبان اغلی. چک بگیرم، بعدشم برم بانک پول بگیرم. شما اینقدر منو احمق فرض کردین؟ گیرم تو بانک گیر نیفتم. از کجا معلوم چک بی محل نباشه؟ من هیچ وقت چک بی محل نمیدم. اگه راستشو بگه چکایتم نمی کنم. من به شما شکی ندارم، اما من پولا نقد میخوام. فردا شب ساعت 12 با پول نقد بیاد لطفاً. منم هرچی که میدونم به شما میگم. شب خوش.
طرف کجاست آقا مراد؟ کی؟ میدونیم با نوری چوبان اغلی حرف زدیم. شما از کجا میدونیم؟ همه یه تلفناتون کنترل میشه، گفته بودم قبلا، اما مثل اینکه شما فراموش کردین. شما اینجا باهاش قرار گذاشتین در حالی که صد بار گفتم خودسرانه عمل نکنید. برای اینکه با دیدن پلیس فرار نکنه خبر ندادم. خواستم اول من باهاش حرف بزنم ببینم چی میدونه. چی بهتون گفت؟ هیچی نمیدونست. معلوم بود کلاه برداره. توی تلویزیون دیده و به تمام پول جایزه زنگ زده بود، اما وقتی دید چیز به درد بخوری نمیدونه، در رفت. چیز مهمی نبود. مهم بودن یا نبودنشو شما تشخیص نمیدین. این آخرین باریه که میگم آقا مراد. دیگه حق ندارید به هیچ عنوان خودسرانه عمل کنید. هر اتفاق کوچیکی رو باید به من خبر بدین. نه دیگه، ولش کن. ایه بیا تام بیا. دوست داری اون تاری پرواز کنی؟ منم میخوام. دوست داری؟ خیلی خوبه. خیلی عالیه. من میرم جلوت. رسیدم. حالا من برعکس پرواز کنم. چی برعکسه؟ بیا سوار شو. یا مامان دارم میگم برعکسه. نه بابا برعکسه چی؟ مامان دارم میگم برعکسه. من نمیفهمم چی میگی. یا مواظب باش. باشه. کرم مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ نظری ندارم. خیلی خوب کرم، ممنون. بابا نشنوه. بشنوه. بیا این بر. مامان من بهترین مامان دنیاست. من مامانمو خیلی دوست دارم. مامانم میدونم عزیزم. مامانم بازی کنی. من فیلم برداری کرده بودم. تابستون گذشته، یک دو سه دو ماه پیش، این کار خیلی وقت پیش بود. بعضی وقتا آدم خواب میبینه این واقعیت گریه میکنه، داد میزنه، اما آخرش بیدار میشه، همه چیز تموم میشه. دوباره یک دو سه. چون که خوابه. کاش اینم خواب بود. بیدار میشدم، میدیدم کابوسم تموم شده. همش دارم دعا میکنم خدایا این خواب باشه. خیلی بدترم میتونست باشه. حداقل میدونیم کرم زنده است. این خیلی خوبه. تو باش حرف زدی. واقعا خوب بود؟ خوب بود. خیلی خوب بود. بردنش دکتر یعنی اونام نمیخوان که بلایی به سرش بیاد عزیزم. پس چرا انگشتشو بریدن؟ چرا؟ که ذره چشم بگیرن، اما معلومه از کاری که کردن پشیمونن که بردنش دکتر. دیگه به کرم صدمه ای نمیزنن، مطمئن باش. دیگه نمیزنن؟ نه نمیزنن، چون میدونن اگه بزنن به چیزی که میخوان نمیرسن. چیزی که میخوان چی؟ چی میخوان؟ پول؟ چرا زنگ نمیزنن و بگن؟ ما منتظر چی هستیم؟ نمیفهمم منتظر چی هستیم. هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر دیوونه میشم. خدای من چی کار کنم؟ مامان بیا این بر ترخیص نشی. بیا دیگه. نه بریم یکم سرد شو. اینم خواهر دوست داشتنیمه. خب دیگه بای بای.